داستان یهودیان بنی قریظه 750 این دو سه بار این داستان رو خوندم، ولی بارها باید بخونیم عبرت بگیریم ببینیم آقا این جنایت آخوند سرچشمش از کجاست. اینا خط دارن، اینها عرض میکنم که دستورالعمل دارن از صدر اسلام ناب. اینا این نمونش، اینو من ننوشتم. اگه شما آخوندید، بچه آخوندید، حالا یک آقای محترمی زنگ زد جوانی، آقا ما بچه آخوندیم ولی برنامه شما رو نگاه میکنیم با این آخوندان مخالفیم. منظورم بچه آخوند نه بچه آخوند، یعنی جوجه آخوند که حالا از ده فلان پا شده دیده بازار آخوندی داغ گفت بگیم قوم طلبه شیم مفتخوری رایت شده است. آقا خمس و زکات رو که میگیریم زور هم میگوییم، منظورم ایناست. حالا یهودی های بنی قریظه رو گرفتن، این کتاب 1100 سال پیش نوشته شده، 100 سال پیش و 200 سال پیش و 500 و 700 و 800 هم نوشته شده. از اسلام ناب حکایت ها دارن، بزرگترین مورخ تاریخ اسلام بولیست این آقای اصحان محمد ابن جریر، جریر طبری و درود بر او باد که همه حقایق رو آشکار کرد و جهانیان بدانن چه گذشت. خب همه رو گرفتن، خیلی خب، بله غارت کردن زندگیشون و اینها و حالا از این کارها شده در تاریخ فرق اینها بوده، اما به نام الله و دین نشده. این زشتی کار در اینجاست. بله و مردمان این حصار 800 مرد بودند. پیغمبر بفرمود تا همه دست ها را همه را دست ها ببستند و خواسته ها برگرفتند. دستو فرمودن دست ها اینا را بستند، اموالشون هم بردن و به مدینه باز آمدند. و آخر ذی‌القعده و دست های این مردمان سه روز بسته بود اندر آن زندان تا خواسته ها همه به مدینه باز آوردن. سه روز اینا دستاشون بسته بود، نه آب اینا میدادن نه عرض کنم که نان میدادن و اموال اینا را غارت کردن بودن به مدینه سرداران اسلام بخورن. یکی روز عرض کردم هرچی در شکم عمر رفته، هرچی در شکم ابوبکر رفته، هرچی در شکم عثمان و علی رفت اموال مسروقه بوده. این نمونش بفرمایید. خب بله، پس پیغمبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندن. حالا در ازم کنید محل کسب و کار بوده، این جای آرامی بود این مدینه، مردمان در صلح زندگی میکردن، اینها ببینید به کجا کشیده کارش. در میان بازار مدینه چاهی بکندند و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی ابن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخواند و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید و کودکان و زنان را عفو کردند الا اون کودکانی را که موی زهار بر آمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن. من پاراگرافی از این هولناک‌تر در تاریخ انسان سراغ ندارم. بچه ها رو بارن دوازده داره بکشیم یا رسول الله، شلوارش رو بکنی ببینیم موی زهار برآورد یا نه، یعنی موی زیر شکمش اومده. اگه موی زیر شکمش اومده مشغول کشتن است. این صدر اسلام است، اسلام ناب محمدی. اینه بندم ننوشتم، اگر شما رگ گردنت بیرون میزنه و پیشانیت سرخ میشه و نمیدونم باد از یک جایی ممکنه که ظلام بشود، اینا رو برای یقه مورخ 1100 سال پیش رو بگید. تو نخوندی 5 دقیقه ممنونم. اگر تو نخوندی تقصیر توست، اگر پدرت به تو یاد نداد تقصیر پدر توست. که میراث داران چنین جنایاتی حاکم بشن به سرزمین، عرض میکنم که ایران معدوم است. وقتی که امام راحل بنشیند به حکومت، حالا بخواد حکومت کنه مخالفان را بکشه، الهام از کجا میگیره؟ چندی بار به داستان اشاره کرد، گفت بکشید دشمنان اسلام را، اینها از یهودیان و قریظه بدتر هستند. بله میگوید که حالا تجسم کنید چه قیافه‌ای داشته پسر ابوطالب بعد از سربریدن‌ها و خون پاشیده از شاهرگ‌های اینها به تن و بدن و سر و لباس و اینها و زبیر، ببین چه قیافه‌ای داشتن اینها بعد از کشتن این 700 800 نفر آدم که گردن می‌زدن تو چاه انداختن. قیافه‌ها رو تجسم کنید، ما اقتدا می‌کنیم به اینها. الا اون کودکانی را که موی زهار برآمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن و یک زن را بکشتند. کشتن زنان بفرمایید، تجاز ملازم بفرمایید که سابقه دارد در این اسلام ناب. بفرمود کشتن و اون زنی بود که از بام حصار سنگ انداخته بود. بله پس خواسته اونها قسمت کردن و خمس اون همه پیغمبر برگره و کنیزکی دیگر
و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر و سنت این قسمت بر این گونه بمان تا رسخیز. یعنی اموال مردم رو که میگیری عرض کنم یه پنجمش بدین به حضرت امام، بقیه‌اشو به دو سوم یه سوم تقسیم کنید بین عرض کنم که دزدان بی‌انصاف.